در پی انتشار گزارش های در خصوص سقوط شهر رمادی و تصرف آن توسط نیروهای داعش گزارش شده که شپ نظامیان شیعه برای بیرون راندن نیروهای داعش راهی این منطقه شدند روز گذشته اعلام شد که شهر عمدتا سنینشین رمادی در مرکز عراق به دست نیروهای داعش افتاده است اما وزارت دفاع آمریکا این خبر را تکسیب کرد و گفت که نبردها همچنان ادامه دارد تصرف رمادی توسط داعش مهمترین دستاورد این گروه شبه نظامی پس از حضور در منطقه شمالی در عراق و چند شهر از جمله موسل بوده است در پی اعلام خبر احتمال سقوط رمادی حیدر العبادی نخست وزیر عراق با دعوت از نیروهای مستقر در این شهر به مقاومت از شبه نظامیان شیعه هم خواسته بود آماده اعزام به رمادی باشند داعش در بیانیه ای گفته جنگجویانش همه شهر را پاکسازی کردند رمادی مرکز الانبار بزرگترین استان عراق در 110 کیلومتری غرب عراق واقع شده است و از زمان سقوط صدام حسین یکی از پایگاه های شورشیان سنی بود است شب گذشته یک مسئول عراقی که نامش فاش نشده است به شبکه خبری سی گفته است شهر رمادی به طور کامل به دست گروه شبه نظامی دولت اسلامی موسوم به داعش افتاده و تمام نیروهای نظامی عراق از این شهر عقب نشینی کردند. بنابر اعلام مقامهای های عراقی شبه نظامیان داعش صبح یکشنبه هفت خودروی بمبگذاری شده را در مناطق الملعب و البو الوان منفجر کردند و نیروهای عراقی و جنگجویان اشایر را مجبور به عقب نشینی به بخش شرقی شهر کردند. مسئله که باعث شد چه ساختمان و استانداری مسجد الکبیر ساختمان اداره مبارزه با تروریسم و مناطق اطراف آن را تصرف کنند به گفته یک مقام عراقی شبه داعش به آهستگی پیشروی کردند اقدام به تأمین امنیت مناطق تصرف شده برای خود کردند تیراندازان خود را بر بالای ساختمان ها مستقر کردند و شمار بیشتری از خودروهای بمبگذاری شده را منفجر کردند مسئله ای که باعث شد نیروهای امنیتی به سمت الخالدیه که در 25 کیلومتری شرق رمادی واقع است عقب نشینی کنند حیدر العبادی نخست وزیر عراق از شبه نظامیان موسوم بسیج مردمی که اکثرشان از گروه های مسلح شیعه هستند خواست خود را برای شرکت در درگیری های استان الانبار که اکثر ساکنانش سنی مذهب هستند آماده کنند العبادی همچنین از نیروهای دولتی خواست استقامت کنند و به داعش اجازه پیشروی در استان الانبار را ندهند بدین ترتیب رمادی نخستین شهر بزرگی است که شبه نظامیان داعش آن را پس از آغاز عملیات گسترده نیروهای دولتی و شبه نظامیان هم پیمانش علیه این گروه تصرف کردند رمادی همچنین پس از موسل مرکز استان نینوا دومین مرکز استانی است که به کنترل شبه نظامیان داعش در می آید. حمله گسترده داعش به شهر رمادی شامگاه پنجشنبه آغاز شده بود. این حمله با تحرکات این گروه شبه نظامی در جبه های دیگری در استان الانبار و همچنین استفاده از شمار زیادی از مهاجمان انتحاری همراه بود. مسئله ای که برای داعش امکان تصرف مناطق جدیدی از رمادی را فراهم کرد در همین حال گزارش شده که سرتیب حسین دهقان وزیر دفاع ایران امروز وارد بغداد می شود این سفر به دعوت وزیر دفاع عراق صورت می گیرد ایران همباره حضور نظامی نیروهای خود را در عراق و سوریه رد کرده و گفته است که در این دو کشور صرفاً حضور مستشاری دارد. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرده است در صورت ادامه آنچه او تناقض‌گویی ها و تهدیدهای نظامی آمریکا علیه ایران نامیده است مذاکرات هسته‌ای به خطر می‌افتد. آقای ولایتی در ای با وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی که دیروز منتشر شد گفته است تهدید نظامی ایران توسط آمریکا پشتوانه عملی ندارد و این کشور فقط در توهم ابرقدرتی است و با تکیه بر دیگران را تهدید کند. این سخنان آقای ولایتی یک روز پیش از سفر او به لبنان منتشر شده است آقای ولایتی گفته است مذاکرات باید بر اساس همان قرارهای اولیه پیش برود و امریکایی ها نباید همین طور به روش خودشان ادامه بدهند، تهدید کنند و با های سیاسی سعی کنند به اهداف خودشان برسند. آقای ولایتی تصریح کرده است از یک طرف رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر کنگره بخواهد کاری کند ما وتو میکنیم و از طرف دیگر با این موضوع که مصوبه ای بر خلاف روند توافق در کنگره تصویب شود موافقت میکند در هفته اخیر و در میانه آخرین زربل ایران و قدرت های جهانی برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای تعدادی از مقام های ارشد آمریکا مانند جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید کردند اگر لازم باشد، ایالات متحده همچنان حاضر است برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران علیه آن اقدام نظامی انجام دهد کنگره آمریکا نیز طرحی را به تصویب رسانده که بر اساس آن میتواند بر توافق احتمالی اتمی با ایران نظارت و در صورت امکان حتی آن را رد کند. دولت باراک اوباما نیز اعلام کرده که رئیس جمهور به علت تغییرات صورت گرفته در این طرح آن را امضا خواهد کرد. البته رئیس جمهوری آمریکا در برابر مخالفت احتمالی کنگره با سند نهایی توافق از حق وتو برخوردار است حالی اکبر ولایتی در بخش دیگری از سخنانش گفته مذاکره کنندگان آمریکا قدم به قدم از آن قول اولیه عقب مینشینند آقای ولایتی تصریح کرده مثلا درباره فوردو بعد از تلاش های زیادی که تیم مذاکره کننده ما انجام داد قرار را قبول کردند ولی در نوبت بعدی که سر میز مذاکرات آمدند حرفای دیگری زدند که با حرفای قبلی متفاوت بود یعنی حتی به تعهد خودشان هم پایبند نبودند مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در مثالی دیگر گفته قرار بر این شده بود که قطنامه در شورای امنیت به تصویب برسند که قطنامه های قبلی علیه ایران را ملغا کند بنابراین دیگر معنا ندارد ایران در فصل هفتم منشور سازمان ملل باقی بماند در حالی که آنها میگویند ایران باید برای مدت طولانی در فصل هفتم باقی بماند آقای ولایتی تاکید کرده چنین چیزی مورد قبول نیست بنابر گزارش آقای ولایتی صبح امروز به بیروت پایتخت لبنان وارد شد خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرده است که آقای ولایتی در این سفر رسمی با نبی بری رئیس مجلس تمام سلام نخست وزیر و برخی از شخصیت های لبنانی دیدار و گفتگو می کند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در مورد تجدید نظر در دیدار تراکتور سازی و نفت و تعلیق قهرمانی سپاهان گفت این حرف ها و موضوعات وجود ندارد و من از برخی صحبت ها تعجب می کنم چرا که بازی سر وقت قانونی به اتمام رسید. سخنان آقای کفاشیان نخستین واکنش رسمی فدراسیون فوتبال به جنجال و اعتراض پس از بازی روز جمعه تراکتورسازی و نفت در تبریز است. آقای کفاشیان گفت جام پس از پیروزی سپاهان در اسفهان به این تیم تعلق گرفت و این قابل تغییر نخواهد بود. روز جمعه 25 اردیبهشت دو بازی حساس فوتبال برای تعیین سرنوشت قهرمان لیگ برتر در تبریز و اصفهان در جریان بود. در ورزشگاه تبریز نفت تهران مهمان تراکتورسازی بود و در اصفهان نیز سپاهان میزبان سایپا. در صورت تصاوی نفت و تراکتورسازی و همچنین سپاهان و سایپا این تراکتورسازی بود که قهرمان لیگ برتر میشد. گزارش ها حاکی است که در دقیقه 80 بازی تراکتورسازی و نفت تهران که با نتیجه 3 بر 3 در جریان بود، به سرمربی تراکتورسازی گفته می شود که بازی در اصفهان نیز با نتیجه تساوی 2 بر 2 سپاهان و سایپا در جریان است و به همین دلیل این مربی دستور حفظ بازی را صادر می کند و در نهایت بازی با این نتیجه تمام می شود در حالی که در اصفهان سپاهان 2 بر 0 جلو بود و بازی با همین نتیجه به پایان رسید. سخنان آقای کفاشیان در حالی ابراز شده است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور داده است تا درباره ماجرای بازی تراکتورسازی تحقیق شود. در جلسه هیئت دولت به ریاست حسن روحانی محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان ایران گزارشی از رویداد ورزشگاه تبریز به هیئت وزیران ارائه کرد. وقایع هفته پایانی لیگ از جمله جشن قهرمانی دو تیم تراکتورسازی و سپاهان در رسانه های ورزشی بینون مللی نیز باستاب یافت. باشگاه تراکتورسازی نحوه قضاوت و تصمیمات داور مسابقه را از پیش تعیین شده توصیف کرده است. در تازه ترین اعتراض در تبریز محمد حسین جعفری عضو شورای شهر تبریز در صحن علنی شورا گفت جریانات جلوگیری از قهرمانی تراکتور با به حاشیه بردن حبیب گردانی آغاز شد و در بازی آخر این بلاها را سر تراکتور آوردند. رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اعتراض ها گفت البته این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است یکی اینکه چه کسانی موجب ایجاد چنین فضایی و اشتباه اعلام کردن نتیجه شدند و موضوع دیگر اینکه از نظر داوری باید بررسی شود و اگر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد باید برخورد شود اما نتیجه دیدار تراکتور و نفت تهران عوض نخواهد شد آقای کفاشیان گفته است حدود 45 دقیقه قبل از آغاز دیدار تراکتور و نفت تهران، اینترنت و شبکه تلفن همراه در ورزشگاه قطع بود و اسکوربرد ورزشگاه یادگار امام تبریز نیز کار نمی کرد. ما هم که در جایگاه مخصوص نشسته بودیم در پایان آن دیدار فکر می کردیم که سایپا دو گل به سپاهان اسفهان زده و دیدار با نتیجه دو دو به اتمام رسیده است. البته با توجه به حضور تماشاگران تراکتورسازی ما خوشحال می شدیم که این تیم قهرمان شود. آقای کفاشیان گفت به هر حال این اتفاق پیش آمد و نایب قهرمانی لیگ را به تیم تراکتور تبریک میگویم. اما از کسانی که در آن دیدار کارهای ناشایستی را انجام دادند نمی توان اغماس کرد و باید با آنها برخورد شود. رئیس فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد با توجه به اینکه هیئت رئیسه فدراسیون 80 درصد احتمال قهرمانی تراکتور را میداد ما تصمیم گرفتیم که به تبریز برویم اما در نهایت آن 20 درصد تحقق پیدا کرد فوتبال را تا آخرین لحظه نمیتوان پیش بینی کرد و تیم تراکتور نیز در حالی که سه بر یک پیش بود نتوانست نتیجه را حفظ کند سخنان آقای کفاشیان همچنین پاسخ به معترضان است که میگویند سوت پایان بازی رسما به صدا در نیامده است غلام رفیعی وکیل فدراسیون فوتبال گفته نکته اصلی بازی تراکتورسازی و نفت تهران این است که آیا فقانی داور مسابقه در پایان بازی سوت پایان را به صدا درورده یا بازی را به سبب ورود تماشاگران قطع کرده است؟ وی گفته آنچه که ما در تلویزیون دیدیم قطع بازی بود و نه خاتمه بازی. با به پایان رسیدن مهلت آتش بس انسان دوستانه در یمن اعتلاف به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی خود در شهر عدن علیه شورشیان حوسی را از سر گرفته است. حملات نیمه شب و بامداد 28 اردی بهش در حالی انجام شده است که اسماعیل اولد شیخ احمد نماینده سازمان ملل در یمن خواستار تمدید آتش بس شده بود. خبرگزاری فرانسه میگوید گوید گروه های امداد رسانی نیز با او در این درخواست همصدا شده بودند. خبرگزاری رویترز از قول شاهدانی میگوید صدای انفجار در نزدیکی فرودگاه شهر مهم و استراتژیک جنوب یمن عدن و چند نقطه دیگر شهر شنیده شده است در ساعات پایانی روز یکشنبه یک سخنگوی ارتش که بخشی مهم از آن از متحدان حوسی به شمار می رود از درخواست نماینده سازمان ملل برای تمدید آتش بس استقبال کرده بود خبرگزاری تحت کنترل شورشیان در یمن از قول ژنرال شرف لقمان نقل کرده است که آنها از تمدید آتشبس و نیاز به کمک رسانی به شهروندان استقبال می کنند خبرگزاری رویترز میگوید گوید گروه های امداد رسانی آتشبسی پنج روزه را برای رساندن کمک های کافی به کشوری 25 میلیون نفری کافی ندانستند از سوی دیگر عربستان سعودی گفته است تمدید آتشبس بستگی به آن دارد که حوسی ها و متحدان آنها چگونه خود را با شرایط آن تطبیق می دهند عربستان حوسیها را به نقض آتشبس متهم کرده اما میگوید برای آنکه کمکها به دست مردم برسد در حملات خویشتنداری نشان خواهد داد حوسیها از شرکت در مذاکرات سیاسی در ریاض با حضور نزدیک به چهارصد نماینده از جمله عبد رب هادی رئیس جمهوری قانونی یمن که در ریاض اقامت دارد سر باز زدند. در همین حال سایت العربیه اعلام کرده است که فرودگاه عدن و منطقه خرمکسر از جمله اهداف بمباران شده هستند بنابر این گزارش در یکی از حملات کاخ ریاست جمهوری در عدن و در دیگری پایگاه نیروهای ویژه در این شهر هدف قرار گرفتند این مواضع را شبه نظامیان حوسی و متحدانشان یعنی نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن تصرف کردند آتش بس انسانی شامگاه استشنبه آغاز شده بود اسماعیل اول شیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن خواستار تمدید آتش بس انسانی شد اول شیخ احمد همچنین در مصاحبه با العربیه گفت نشانه های امیدوار کننده از امکان تمدید آتش بس وجود دارد او گفت که با همه طرف ها تماس گرفته و احساس مثبتی نسبت به نتایج تماس هایش دارد خالد بها معاون رئیس جمهوری یمن که ریاست دولت این کشور را نیز بر عهده دارد هم گفته بود که دولتش با تمدید آتش بس موافق است اما چون این تصمیمی به وضعیت روی زمین بستگی دارد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فعالیت مؤسسات مالی غیر مجاز در کشور گفت اولویت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ساماندهی مؤسسات مالی غیر مجاز است که همکنون در کشور در حال فعالیت هستند به گفته در این زمین قوه قضاییه نیز قول همکاری داده و پرونده چندین مؤسسه غیر مجاز در قوه قضاییه مطرح و در حال رسیدگی است این موسسات یا باید از قوانین بانک مرکزی تمکین کرده و یا منحل شود شوند. گزارش ها در ایران نزدیک به 7000 مؤسسه مالی وجود دارد که بانک مرکزی آنان را بدون مجوز می داند. این مؤسسات مالی نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی را رعایت نمی کنند. به گفته آقای طیب نیا بانک مرکزی هیچ گونه تعهدی در پرداخت اصل و دارایی پول مردم که در این مؤسسات سرمایه گذاری کردند ندارد و مردم باید به این نکته توجه جدی داشته باشند. پیش از این حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی با هشدار به سرمایه گذاران برای پرهیز از سپرده گذاری در تشکلهای پولی غیرمجاز از قاطعیت این بانک در اجرای مصوبه نرخ سود شورای پول و اعتبار و نظارت جدی بر فرایند اجرا و برخورد قانونی با اخلالگران خبر داده بود و گفت برخی از بانکها زیاد از حد از این حدود و خطوط خارج شدند و تلاش می شود که آنها را به محدوده قانونی بازگردانند. معاون نظارتی بانک مرکزی علت دشوار شدن پروسه وامگیری را کمیاب بودن منابع بانکی دانست و گفت در حال حاضر 90 هزار میلیارد از دارایی های کل بانک ها مسموم و غیر قابل بازپرداخت است و از سوی دیگر بخش اعظم دیگری از دارایی های همین بانک ها نیز صرف ارائه تسهیلات به شرکت های بزرگ می شود که معمولا بازگردانده نمی شود. آقای تهران در این باره عنوان کرد معمولا تحصیلاتی که به شرکت های بزرگ داده می شوند. در زمان سر رسید دوباره تمدید می شوند و بنابراین به دارایی های بانک بازپس داده نمی شود. شورای پول و اعتبار در نشست هشتم اردی بهشت ماه دستورالعملی در یازده ماده به تصویب رساند و میزان سود سپرده تسهیلات اوراق مشارکت و دیگر فعالیت بانکی را تعیین کرد سال گذشته بانک مرکزی نیز با صدور بخشنامه حداکثر سود تسهیلات بانکی را برای سپردای یک سال 22 درصد تعیین کرده بود اما تقریبا هیچ بانک و مؤسسه مالی به آن گردن نگذاشت سیاستگذاران مالی و اقتصادی دولت 11 معتقدند با توجه به کاهش تورم به کمتر از 16 درصد سود سپرده های بانکی نیز باید متناسب با آن کاهش پیدا کند مسئله دیگر بالا بودن بهره تسهیلات بانکی است که با بازدهی فعالیت های واقعی تولیدی ناسازگار است. تسهیلات با بهره 28 درصد و بیشتر در بسیاری از موارد صرف فعالیت های سوداگرانه می شود که در اشتقالزایی و رونق اقتصادی نقشی ندارند. به این کاهش سود سپرده های بانکی به 20 درصد منتقدان زیادی دارد برخی با توجه به تجربه های مشابه در دولت محمود احمدی نژاد احتمال میدهند سیاست های جدید بانک مرکزی باعث حجوم سرمایه به بازارهای موازی افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم شود علی نقی خاموشی رئیس سابق اتاق بازرگانی میگوید با این تصمیم منابع بانک ها تقلیل پیدا می کند و بعد از شش ماه مشخص می شود که این سیاست اشتباه بوده است. مرتزا دلخوش کارشناس مسائل اقتصادی هشتم اردی به ماه در همین ارتباط به خبرگزاری ایسنا گفت اگر آنچه مردم از نرخ تورم احساس می کنند و قابل لمس است بیش از نرخ تورم اعلام شده باشد کاهش نرخ سود میتواند خطرناک باشد و باعث ایجاد پولهای سرگردان در بازار سرمایه شود. آقای دلخوش هشدار داد اگر پولهای خارج شده از بانک ها کنترل و مدیریت نشود ممکن است باعث افزایش سفت بازی، افزایش بیرویه قیمت در بازار مسکن و به همریختگی بازار ارز طلا و سکه شود. وزارت دفاع انگلیس اعلام کرده به منظور آموزش نیروهای میانه رو مخالف اسد 85 مربی نظامی رو آزم خاور میانه خواهد کرد این 85 نظامی انگلیسی قرار است در کنار مربیان دیگر کشورهای عضو اطلاف از جمله امریکا طی یک پروژه سه ساله پانزده هزار نیروی مخالف سوری رو آموزش بدن پایگاه آموزشی که بدین منظور در نظر گرفته شده عمدتا در کشورهای ترکیه، اردن و عربستان هستش. وزارت دفاع انگلیس درباره اهداف این برنامه گفته ما در عراق و سوریه با داعش در حال نبرد هستیم از این رو هدف آموزش این نیروها بالا بردن توان نظامی اونها برای مقابله با داعش و همینطور نیروهای نظامی سوریه هستش این وزارتخانه تاکید کرد روند پیشروی داعش در اراق تا حدود زیادی کند شده که این در نتیجه عملکرد ارتش عراق و همینطور طور پیشمرگی های کرد هستش اما در سوریه روند پیشروی داعش همچنان ادامه داره بنابراین ما از طریق اجرای چنین پروژه هایی باید پیشروی داعش در سوریه رو به مانند اراق متوقف بکنیم آنطور که وزارت دفاع انگلیس اعلام کرده این آموزش ها تنها محدود به آموزش نظامی نخواهد بود بلکه شامل آموزش های دیگه همچون آموزش پزشکی هم هستش با این همه اگرچه انگلیس اعلام کرده که این کشور با داعش در اراق و سوریه مبارزه خواهد کرد اما وزیر خارجه این کشور تاکید کرده که در نبرد با داعش هیچ گونه همکاری با رژیم اسد نخواهیم داشت فوریه گذشته امریکا و ترکیه توافق نامه ای رو در خصوص استراتژی مبارزه با داعش تحت عنوان آموزش بده و تجهیز کن امضا کردن که بر اساس این توافق نامه امریکا متحد شد 400 مربی آموزشی خودش رو به کشورهای میزبان این آموزش ها از جمله ترکیه بفرسته اگرچه این آموزش ها در واقع قرار بود که از ماه مارس آغاز بشه اما با کمی تاخیر به زد خارجه ترکیه اعلام کرده در هفته های آتی این پروژه آغاز خواهد شد طبق برنامه اعلام شده آموزش ها سال به سال خواهد بود بدین معنا که کشورهای میزبان هر سال 5000 نفر رو آموزش میدن تا در نهایت طی 3 سال 15000 نیروی آموزش دیده به مناطق جنگی اعزام بشه بخش از این نیروها تا قرار هستش که پیش از پایان سال جاری میلادی به مناطق جنگی در سوریه و عراق فرستاده بشه اما برنامه آموزش مخالفان سوری از سوی امریکا و متحدانش در حالی با جدیت دنبال میشه که دو روز پیش باراک اوباما رئیس جمهور این کشور در گفتگو با شبکه العربیه گفت که جنگ در سوریه طولانی خواهد بود و بسیار بعیده در مدت باقی مانده از ریاست جمهوری او بحران در این کشور خاتمه پیدا بکنه او در پاسخ به پرسش منتقدان که امریکا رو به بی تفاوتی در قبال سوریه متهم کنن گفت که به نظر نمیرسه راه حل نظامی به بحران در این کشور خاتمه بده از این رو دخالت امریکا در سوریه منجر به پایان این بحران نخواهد شد و این مسئله نیازمند همکاری همه کشورهای منطقه هستش اقتصاد ایران بالاترین نرخ تورم را در میان کشورهای منطقه دارد. گزارش تازه صندوق بین المللی پول با تاکید بر این امر یادآوری می کند که ایران از سال 2000 تا کنون و با وجود کاهش قابل توجه رقم 34 ممیز هفت درصدی تورم در سال 2013 پیش نرخ تورم در منطقه بوده است. طبق برآورده این صندوق نرخ متوسط تورم در اقتصاد ایران که در سال 2014 به 15.5 درصد رسید، در سالهای 2015 و 2016 به ترتیب به 16.5 و 17 درصد بالغ خواهد شد. این در حالی است که مدیر کل بانک مرکزی ایران وعده کرده که نرخ تورم در سال 1395 تک رقمی خواهد شد. ولی الله سیف در آذر 93 گفته بود دولت روحانی در بازگرداندن آرامش به عرضه اقتصاد موفق بوده و نرخ تورم در سال 94 به 15 درصد میرسد و در سال بعد تکرقمی میشود. بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول موازنه پرداخت های ایران در سال 2014 برابر با 3 ممیز 8 میلیارد دلار بوده که روندی نزولی در سال 2015 خواهد داشت. در گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سالهای اخیر نسبت به کشورهای منطقه و کشورهای صادرکننده نفت منطقه پایین اعلام شده است. میانگین رشد اقتصادی خاور میانه در سال 2014 برابر با دو ممیز 6 درصد اعلام شده و دورنمای بهتری از این شاخص نیز برای سالهای 2015 و 2016 پیش بینی شده است. بانک مرکزی ایران در پاییز 93 اعلام کرد که اقتصاد این کشور از دوران رکود خارج شده و رشد نیمه نخست این سال معادل 4 ممیز 6 درصد بوده است. این ادعایی بود که اعتراض و پرسش کارشناسان و نمایندگان مجلس را برانگیخت. از جمله غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه گفت مگر می شود نرخ رشد منفی 5 ممیز 8 درصدی سال گذشته در سه ماهه ابتدایی سال 93 به مثبت 4 ممیز 6 درصد رسیده باشد. در براورت های صندوق جهانی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای 2012 و 2013 به ترتیب منفی یک ممیز 9 و منفی سه ممیز یک بود. این صندوق میگوید با وجود بهبود نسبی در روند صادرات نفت ایران در سال 2014، افزایش قابل توجهی در میزان آن در سال جاری و سال آینده میلادی ایجاد نخواهد شد. همزمان با گزارش صندوق بین المللی پول آژانس جهانی انرژی نیز در تازه ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد میزان تولید نفت خام ایران در ماه آوریل با 90 هزار بشکه افزایش نسبت به ماه قبل به 2 میلیون هزار بشکه در روز رسیده است. این بالاترین سطح تولید نفت در ایران از زمان تشدید تحریم ها در تابستان سال 2012 است. با شدت گرفتن تحریم هایی که صنایع نفت و گاز و مبادلات مالی جمهوری اسلامی را هدف گرفتند، تولید و صادرات نفت به حدود نصف کاهش یافت. در ماه آوریل تولید نفت برخی دیگر از کشورهای صادرکننده نفت اوپک نیز افزایش داشته که رقیب ایران عراق بیشترین سهم از این افزایش را دارد از نگاه کارشناسان اقتصادی ایران به دلیل تحریم ها شانسی برای افزایش صادرات نفت خود ندارد و افزایش اندک ماه آوریل را نمیتوان شاخصی برای تحول بازار نفت ایران دانست. مطابق توافقنامه هسته ژنو که تا پایان مهلت مذاکرات معتبر است، ایران می تنها به اندازه میانگین صادرات خود در آن زمان حدود یک میلیون بشکه در روز نفت بفروشد.